بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عرائز بنده در تفسیر آیات مبارکه سوره جمعه بود. رسیدیم در جلسه گذشته درباره نماز جمعه صحبت شد که قرآن می فرماید وقتی که برای نماز جمعه اذان داده شد، فسعوا الی ذکر الله، تلاش کنین و سعی کنین که برین به سوی ذکر خدا، یاد خدا. نماز خودش یاد خداست، خطبه ای جمعه هم که اونا صحبت میکنه اونم یاد خداست. بعد خدا میفرماید و ذر البیع، تجارت دیگه بگذارین، خرید و فروش بگذارین. خیلی خوب، بعد از اون قرآن میگه فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، بلا فاصله، چون اونجا خدا گفته بود که وقت در موقع اذان دیگه کار نکنین، بیع و فروش بگذارین، برین طرف نماز. بلا فاصله میفرماید که وقتی که نماز تمام شد دیگه بر روی زمین پراکنده شین. فانتشروا فی الارض، برای چی پراکنده شین؟ برین وابتغوا من فضل الله، برین کار کنین. میبینی که اسلام چه قسم بین دین و دنیا جمع میکنه. علا که روز جمعه بود رفی نماز جماعت خاندی، نگل نگه دراز نکو که بوری بشیدن که منم امروز نماز جمعه رفتم و دیگه برای کار نمیرم، کار نمیکنم، تعطیل میکنم. نگه تعطیل نکو کار خود، برو کار کن. میبینی از من فکر میکنم که این آیه خیلی تاکید بر کار کردن داره. مسلمان باید بیکار نباشه، جوان باید برو درس بخانه، رشته ها پیچیده شده، دکاندار دنبالی دکانداری خود برو، کارخانه دار دنبالی کارخانه برو. ما نمیشه که کار ترک کنیم. ای آیه ای حدیث شریف گوش کنیم، لیس منا، چه حدیثیه؟ اگر ایره مسلمان ها با آب تلام بنویسه ارزش داره. لیس منا من ترک دنیا و لآخرته ولا آخرته او لدنیا، از ما نیه او کسی که دنیای خود بخاطر آخرت ترک کنه یا آخرت خود بخاطر دنیا ترک کنه. ببینید از این حدیث فهمیده میشه که سه دسته هستند مردم، یک دسته مسلمان حقیقیه، دو دسته مسلمان کامل نیه. یک دسته مسلمان کامل، یک دفعه انسان دنیای دین خود به خاطر دنیا ترک میکنه، نه حلال سرش میشه نه حرام سرش میشه، فقط به دنیا چسبیده که پول گیرش بیایه، حلال و حرام نمیفهمه. ای من نماز بخونم دکان میمنه، نماز نمیخونه، من روزه بگیرم کار نمیتوانم، تا به آخر بیا زکات بده. ای زکات بدیم که می قدر زحمت کشیدم پولیخ به گدعا بدو، دیوانه شدی برو. یک مرتبه انسان آخرت خود به خاطر دنیا اختر میکنه، میفهمه که کاری که من میکنم حرامه، جاسوسی میکنه، پول میهه، میره پیش به یک حکومت دیگه وابسته میشه، اسرار دولت خود، اسرار عسکر خود، اسرار ملی را، مسائل عمومی ملی را همه را به دست بیگانگان میده، خیانت میکنه فقط برای پول، میگه مسلمان نیه، که ای به جامعه اسلامی خود ضرر میرسانه. مسلمان نیه یا مسلمان کامل نیه، فاسقه دیگه. لیسه من ترک، از ما نیه او کسی که آخرت خود به خاطر دنیا ترک کرده، به دفتر نشسته رشوت میخوره، از مردم پول میگیره، از بیت المال خیانت میکنه، در قراردادهایی که با شرکت های خارجی از طرف دولت میشه میره پولای زیادی را میگیره میخوره. اینا یک چیزایی که الان مردم هم میدانه، در کشور ما هم است، در کشورهای دیگر هم است، ماشاءالله در کشور ما بیشتر، خدا برکت بده. اینا میرن خیانت میکنن، رشوت میخورن، یا از مردم میگیرن، یا اختلاس از بیت المال میکنن، از خزانه عمومی. همین مردم بدبختی که امروز در افغانستان از سرمایه اینا دزدی میکنن، خیانت میکنن.
در همین جو فقر عمومی که در افغانستان امروز یک طبقه اشرافی پیدا شده که از بالاترین نعمت ها برخورداره. این پولا رو اینا از کجا کرده؟ زر نباریده از آسمان بسرش، یا خودش دزد بود یا پدرش، از کجا کرده اینا را آورده؟ اینا دین خود به خاطر دنیای خود میدن، به خاطر شهوت خود، به خاطر هوس خود، به خاطر یک مقدار پول گیرشان بیایه، عفت عمومی را خراب میکنه، جوانا را به وسیله مفاسد اخلاقی به سوی ایدز تشویق میکنن که برو، آخرشان به ایدز میرسه، فحشا آخرش به ایدز. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فیلمای سکسی و نیمه سکسی با این شرایط فقری که جوانای مادران و احماقتی که پدرای دخترها میکنن و طلا میخائن و لباس میخائن و مقادیر پول میخائن. اصلا در افغانستان غالبا عروسی نیه، دختر فروشیه، پول اینقدر طلا بیار، اینقدر نمیدانم که پول نقدی بده که اگر دختر مر میخائی، اینقدر عروسی اینقدر ما میخائیم، چی اینقدر میخائیم. ای دختر فروشیه به بدترین شکل امروز در کشور ما رایج شده. جوانا نمیتوانند که زن کنند. او وقت این فیلم های سکسی و نیمه سکسی رو که میبینن اینا خوب تایید میشن، میرن به سوی فاشا. آخر فاشا چیه؟ خوب قرآن که گفته بود 15 قرن پیشتر قرآن گفته بود که لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین که این فاحشه و ساء سبیلا، خیلی کار بدیه، رای بدیه. کس نمیفهمید که رای بد چیه. 45 میلیون انسان در صف مرگ ایستاده، مرگ قطعی، چون برای ایدز هنوز علاج نیه. 15 میلیون به قول خبرگزاری سازمان ملل متحد و خود کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد گفت 15 میلیون در صف مرگ مردن، 45 میلیون دیگه هم در صف مرگ. ما سال گذشته چند میلیارد مصرف کردیم، نه تنها که ایدز کنترل نکردیم که بیشتر توسعه پیدا کرد. و اومی گفت که دلیلش اینه که ما با معلول مبارزه کردیم نه با علت. میبینی که دین برای بشر چی چیزیه؟ خدا میدانه جوانای عزیز، دین برای انسان ها آب حیات ها. امروز با تمامی قرن ارچی میگن، قرن 20، 21، قرن نور، قرن نمیدانم که فضا، ارچی که میگن، چه در طول تاریخ بشریت این جنایت نشده بود که 15 میلیون مرده باشه و 45 میلیون دیگر به صف مرگ باشه. این تمدن منهای دینه، دینی که حکومت نکنه بر بشر. هرچه متمدن شو اینه میه، بزرگترین دلیلش اینه میه که الان 45 میلیون دیگه در صف مرگ منتظرن که امروز میمیرن یا فردا میمیرن. ایدز قابل علاج نیه. قرآن هم گفت که وساء سبیلا، این خیلی زشته، انه کان فاحشتا، خیلی خطرات زی گسترده. کس معنای فاحشه نمیفهمید. فاحشه معنای زن بدکار نمیگه. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه، خیلی گشاده کاریزی، خیلی وسیع، یک دریای بدبختیه. امروز ما بعد از 15 قرن میفهمیم که این کلمه فاحشه که خدا درباره زنا استعمال کرده، وساء سبیلای که گفته، معنیش چیه؟ معنیش یعنی 60 میلیون انسان، 15ش مرده، 45 میلیون دیگهش امروز میمیرن، امروز اسرائیل نه یا فردا، اما منتظر مرگ خودن، به صف مرگ ایستاده. زیاد کنن فیلمای سکسی را، ترویج کنن فیلمای سکسی را. اینی می پایانش، یا چی بخوایم چی نخوایم، اینی می کارش. ببین اینا دین خوده برای دنیا فروختن، میگه از منیه. و همچنین از لیس منا من ترک دنیا و لآخرته، که دنیای خودم برای آخرت ترک کنه، اونم از منیه. نه من میرم به مسجد نماز میخوانم، قرآن میخوانم، این دنیای فانی چی میکنه؟ اینا
خلاف دستورات اسلامی عمل میکنن، اینا خود ذلیل میکنن، اینا اگر زن و اولاد دارن بر اینا واجبه که باید برون پول پیدا کنن از حلال، باید کار کنن. اگر بفهمیم که فردا قیامت میشه، امروز باید باز کار کنیم. کار کردن عبادته، این عبادته که انسان بیاید کار کنه، شکم خود سیر کنه، بدن خود پنهان کنه، خودش دن و بچه خود افت کنه، آبروی خود افت کنه، به حرام مبتلا نشوه، پیش کسی گدایی نکنه، ذلت نکشه و برو و کار کنه، این خودش عبادت. یه حدیث ببینین، الکاد على عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، او کسی که برای نان خورای خود زحمت میکشه مثل مجاهد در راه خدا. اینم یک نوع جهاد دیگری. چقدر اسلام برای کار سفارش میکنه، نگه این دو دسته هر دو تاش در اشتباهه، از ما نیه به نام اسلام ختم نکنه. او کسی که آخرت به خاطر دنیا ترک میکنه یا دنیای خود به خاطر آخرت ترک میکنه، اسلام دین قبرستان نیه، اسلام تنها دین آخرت نیه که هست دین آخرت، ولی اسلام هم دین دنیای هم دین آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هر دو میخواه اسلام. ولله العزت و لرسولی و للمؤمنین. اسلام نگفته مسلمان ها قدا باشه، عقب منده باشه، پس افتاده باشه، سر اقتصادشان به دست دیگرا باشه، استقلال سیاسی نداشته باشن، بین عقب منده باشن، خرافاتی باشن، به این که عزت پیدا نمیشه. ما باید دنبالی علم بریم، دنبالی کمال بریم، کار کنیم. ما باید الان کارخانه تولیدی داشته باشیم. ای گدایی برای ما نامده که فقط چیش به ما طرف خارجی هایه. میشنوی نمیش در تلویزیون ملی که خارجی ها میاین اینجا با مسئولین ما صحبت میکنن، بعد مسئولین ما میگن که فلانی تاکید کرد که انشالله در آینده کمکای بیشتری بکنین، هیچ سیرم نمیشن. این ذلت برای ما، ما برای چه به اونا بگیم که کمک از یک کمک که امروز کرده اور که ما کفت میگیم کافی نیه، میگم باز انشاءالله در آینده کمک های بیشتری کنیم. چرا ما نمیتوانیم خود ما باید قیام کنیم؟ من الان این شرایط حاد اقتصادی امروزی رو نمیگم، ما بدام بلا گرفتاریم، ولی باید برای دراز مدت خود فکر کنیم که با عزت زندگانی کنیم. با این تقاضای زیادی که میکنیم، من یقین دارم که استقلال سیاسی ما محفوظ نمیمانه. مجبوریم که باید برای جلب کمک ها یک مقدار از سیادت ملی خود عقب نشینی کنیم. چی باقی ماند؟ ما باید کوشش کنیم، از امروز دیر نشده، از امروز باید تصمیم بگیریم که کار کنیم، برنامه داشته باشیم. سیستم اقتصادی ما چی باشه؟ چی قسم سیاست اقتصادی ما چی باشه؟ و با چی روش پیش بره؟ ما باید کار کنیم. قرآن میبین؟ میگه نماز میخوان. قرآن دین دنیا رو میخواه. یک عده که یا دین ندارن یا ایمانشان خیلی ضعیفه، میگن که ما دل ما میخواه که عمل کنیم، لیکن کار ما زیاده، ما باید کار کنیم. نه نماز میخوانن، نه روزه میگیرن، نه از مال حرام خود دور میکنن، هر چی گیرشان بیای، چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد. امروز این قسم افراد ما داریم، چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد، کین شطور صالح است یا خر دجال. برای دو شطور حضرت صالح و خر دجال فرق نمیکنه، گوشت می گوشت از هر رای که آمد آمد. خب دین خود قربان دنیا اخ میکنن، یک دید دیگه واس دنیای خود میخواین قربان دین خود کنن. نه اسلام هم ایر نمیخواین، نه هم دین داشته باش هم دنیا، هم دین هم دنیا. فورا میگه فاذا قضیت الصلاه، امی که نماز جمعه را خواندین، فانتشروا فی الارض، برین در روی زمین، برین دنبالی کار، برین هر کس دنبالی کاری خود برو.
وابتغوا من فضل الله. ما برای شما فضل ما بوده که این زمین برای زندگانی شما آماده کردیم، باران ما میفرستیم، فضل ماه این خاک زمین طبیعت شربق ای از فضل ماه که یک دانه را کشت میکنی، یک درخت بالا میشه، گندم، جو، میوه‌های رنگارنگ، این از فضل ماه. برن طلب کنن فضل مره، برن تجارت میکنن، موتر از فضل خدا، تیاره از فضل خدا، این نیروها را همه را خدا خلق کرده، کشتی از فضل خدا، دریا از فضل خدا، بیابان از فضل خدا، ما و شما را خدا در این زمین مهمان کرده، جانشینش در روی زمینیم، ما باید کار کنیم. وقت اگر کار کنیم تولید داشته باشیم به اندازه کافی است. ای که کشوران و ان در فقر گرفتار میشه دو عامل داره، خدا ما را اینجا مهمان کرده، امی زمین ما همه را کفایت میکنه. منتهایی که فقر میاد دو علت داره، یکی این که گاهی در تولید سستی میشه، مثل کشورهای قیمنده، مثل ما قیمنده ترین کشورها مای تولید نمیتوانیم. خب جان من خود کرده ای، خود کرده را تقصیر نیست، یکی مایم، یکی دیگم که توزیع ناعادلانه میشه. امروز در سطح بین المللی اگر فکر بکنیم، مثلا اینیه که مواد مورد احتیاج ما کم باشه، این فقر از کجا پیدا میشه؟ از توزیع ناعادلانه. یک عده صاحب میلیون ها میلیون ها، یک عده هیچ نداره، توزیع ناعادلانه بوده، توزیع ناعادلانه لذا فقر میاد. ما به امی مناسبت میخوام که به طور خلاصه در جلسه آینده انشاءالله، ما امیدوارم نماینده های شورا اولوسی جرگه اگر عرفای ما را گوش میکنن از آینده کمی دقت بیشتر کنن. مسلمن ماده ده قانون اساسی که در مورد سیستم اقتصادی کشور صحبت کرده، ای شاید بعد از مدتی در شورا این مورد بحث قرار بگیره، قانون درست شود، چون در اون ماده گفته که طبق قانون و قانونم در اولوسی جرگه هست که اونا قانونی میکنن. نماینده های محترمی که حرفی مره میشنوه، مسئولین دولتی که زیربطی به مسائل اقتصادیه، اگر ای حرفی مره میشنوه از جلسه آینده یک مقدار کوشش کنن. من میخوام همین سیستم اقتصادی اسلام که به حسب معلومات ناقص خود برداشت دارم او را عرض میکنم. من امیدوارم که اگر درست ما بتوانم القا کنم و ضعف فکری ما موجب نقص بیان نشوه و بینندگان عزیز، نماینده های مجلس و مسئولین وزارت خانه یک کمی به دقت گوش کنه، شاید قانع شوند که ما باید امی سیستم پیاده کنیم، که ما چکار کنیم که در دنیا عزیز باشیم، هم دین داشته باشیم. سه دسته بود، یکی دین خود فدای دنیا میکرد، از ما نیست، یکی دنیای خود فدای دین میکرد، غلط کرده، اون مزمانیه، ناقص، یکی ام دین خود میخوای ام دنیای خود، و اینمی دسته با ما باید از امی دسته باشه که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. ام با دنیا با ما خوبی بده، ام با آخرت خوبی بده، و از آتش جهنم ما را حفظ کن. اینمیه، ما باید الان هم دین خدا بیان میکنیم، هم دنیای خدا بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.